جیلا نیاکان صفی هستم اهل ارومیه یا رضایه سابق در آذربایجان غربی سال کلی که شما میپرسید شاید بشه گفت به هزاران کاغذ و قلم نتوان نوشت برانکه سرنوشت که اهبا در این سالها داشتند انقدر دچار مشکلات شدن انقدر دچار بحران های روحی جسمی فکری بودند که واقعا اگر بخوایم اینها رو به کاغذ بیاریم شاید کفاف نده ولی آنچه که میتونم خیلی خلاصه بگم اینه که از اوایل انقلاب میتونم از زندگی خودم بگم که چطور واقعا عشق داشتم که وارد دانشگاه بشم شاگرد خوبی هم تو مدرسه بودم ولی هیچ وقت نتونستم من اولین سال 57 که انقلاب شد من اشتباه نکنم 15 سالم بود من متولد 42 هستم حساب کنید چند ساله میشم شما خیلی زرنگی سن سال منم پرسیدید من متولد 1342 به شمسی هستم میشه 63 میلاد بله بعد خیلی با علاقه درس میخوندم ولی سال آخر که در حقیقت بعد از انقلاب، یک سال بعد از انقلاب بود گفتن که دیگه دانشگاه ها بسته شده و خودتون فکر کنید برای یک جوانی که واقعا آرز داشت بره دانشگاه و درس بخونه و بتونه به در حقیقت به یک مدرک خوب تحصیل، تحصیلات دانشگاهی در حقیقت دست پیدا بکنه خیلی براش سخت بود به قسمت نشد و اون موقع یادم ما مدارکی رو سال بعد دو سال بعدش دانشگاه ها باز شدن و همطور جوانای های احبام شرکت کردن در دانشگاه و گفتن که مدارک بفرستید تا به ببینیم چی میگن ولی چون هیچ وقت فکر نمی کردیم که اینا خب ما وارد دانشگاه بشیم و من هنوزم اون نامه رو دارم که برای من از طرف در حقیقت امورات دانشگاه حالا نمیدونم موقع چه دپارتمانی بود رسید که نوشته بود به علت دارا نبودن شرایط عمومی شما نمیتونید وارد دانشگاه بشید برای اینکه خب ما نوشته بودیم بهایی هستیم ستون بله ستون مذهب داشت به این اولین چیزی بود که حالا من میتونم بگم درست در اوایل انقلاب در در زندگی شخصی من بسیار موثر بود برای اینکه هیچ وقت نتونستم به عنوان یک جوان در اون موقع به آرزوهایی که داشتم برسم مطلب بعدی حالا عرض کردم خیلی زیاده خیلی صحنهای زیادی بر ما در زندگی پیش میاد شما فرض کنید من همیشه این مثال رو زدم درست مثل این که شما دارید آتیش رو از دور وصف میکنید توصیفش میکنید قشنگیش رو سرخیش رو حرارتش رو ولی وقتی بهش دست میزنید و لمسش میکنید این وصف دیگری است احبا در ایران در درون آتش هستند در درون شعله های آتش هستند و ما اینجا داریم اونا رو تماشا میکنیم برای همین حتی صحبت کردنش هم به ظاهر خیلی آسونه ولی در بهبوهه و در بحران مسائل و مطالب بودنه که در حقیقت مشکله سال 63 من ازدواج کردم اما خدا میدونه که با چه شرایطی همسایمون پاسدار بود و در حقیقت همیشه ما رو اذیت میکرد یعنی از همون دوران بچگی من یادم که همیشه با اینکه قبل از انقلاب بود ولی همیشه ما رو اذیت میکردن من اهل رضایم ارومی خیابان کاشانی خیابان کاشانی پشت هنرستان صنعتی پسرانه زندگی میکردیم همسایمون همه مسلمان و متعصب بودن و خیلی ما رو مخصوصا یکشون خیلی اذیت میکردن و حتی یادم شبا که مامان و بابا میرفتن جلسات امرینا قبل از انقلاب ما سه تا بچه بودیم تو خونه دیگه خب من بزرگترشون بودم یادمه که مش می‌زدن به, به دیوار ما رو می‌ترسوندن من بچه رو بغل می‌کردم خلاصه خیلی یا وقتی از زیافت برمیگشتیم خونه می‌دیدیم کلید در خونمون رو ببخشید با کسافت کثیف کردن که ما نتونیم وارد خونه بشیم خیلی چیز و مسائل دیگه همین اون روزی که من قرار بود ازدواج بکنم اونم خودتون می‌دونید من سال 63 ازدواج کردم سالی بود که بگیر بگیر بود همه احبا زندان بودن اعضای محفل تبریز در حق زندان بودن که چند نفرشان با ما نسبت دارن بعد عموی من در زندان بود اون موقع چون محفل عضو محفل منشی محفل, محفل زنوز بود و همه اینا بالاخره باعث شده بود که احبا در شرایط بسیار بسیار سختی به سر می بردن و سالی بود که عروس دامادارم میگرفتن احبار جوان های تازه ازدواج کردن میگرفتن برای که میگفتن شما عقد رسمی ندارید و آقدار میگرفتن که چرا اینا رو عقد کردید اینا بهایی هستن برای همین ما واقعا در خیلی در خفا ازدواج میکردیم قرار بود که ما مثلا اون روز عقد بکنیم به قول معروف تو همین بهبه بود که یه نفر در ما رو زد و مام نمیشناختیمش به مامانم گفته بود که را دارن میان ژیلا رو بگیرن دیگه خودتون میدونین مادر دختر جوانش داره عروس میشه خب فرض کنید که چه اوضاع احوالی در اون خونه پیش اومد و که من از اولش خب خیلی دوست داشتم همیشه در فعالیت همین شرکت میکردم جز هیئت جوانان در اون موقع بودم و به حال اینا همه فعال بودن و اینا همه خب پدر مادرم بیشتر نگران بودن برای همین موضوع باعث شد که دیگه ما خونه رو همونجوری شما فرض کنید من نساکی نه نل... لباس خاصی با همون مانتو شلوار خیلی خیلی ساده من از خونه خودمون اومدم بیرون رفتیم خونه خواهر شوهرم که ما اونجا من عقد بکنن این یک خاطری واقعا خیلی بدی که من از عقدم دارم بلکه واقعا به جای شادی و خوشحالی که برای شروع یک زندگی جدید هر جوانی دوست داره که بالاخره داشته باشه یا خانوادهش پدر مادر آرزو دارن هیچ کدوم از اینا برای من اتفاق نیفتاد و من با استرس با دلهوره و نگرانی خیلی شدید از خونه پدری خارج شدم بعدا هم تا زمانی که ما بچه دار نشده بودیم مشکل داشتیم که با هم, هم هیچ وقت بیرون نمی رفتیم برای که می ترسید ما رو بگیرن شما فرض کنید تا پسرمون به دنیا بیاد ما هیچ وقت با هم بیرون نرفتیم هیچ وقت با هم بیرون مسافرت نرفتیم شاید به ظاهر چیز مسئله نباشه میدونید یه مسئله بزرگی نباشه ولی در اون لحظه برای که بله می بله میگرفتم ازدواج با هایی رو قبول نمیکردن نمی و ضمناً بعد از اینکه خود عرست رو میگرفتن که خودشون دوچاره مشکلی میشدن آقت هم دستگیر میشد چون خب طبیعتا شما نمیتونستید دروغ بگید باید میگفتید که عاقد کیه درسته و عاقد هم در حقیقت دستگیر میشد برای اینکه اجازه نداشت که دو تا جوان باهایی رو به عقد و ازدواج هم در بیاره این هم یکی از مسائل و بحران هایی بود که بالاخره ما در اون سالها در ایران داشتیم در دوران نامزدی اونم پسر عمه شوهر من رو در حقیقت که معلم من بودن شهید کردن در تبریز معلم دیگر من دوباره تبریز شهید شد عموی من در زندان در به شکنجه در حقیقت میتونم بگم که سود کرده جز شهدا محسوب میشن زندان تبریز که من خاطر خیلی بدی از ملاقات عموم دارم وقتی که رفتیم ملاقات عموم زمستون بهمن ماه بود هوا خیلی سر بود خیلی با ما بد رفتاری میکردن علی رزانی نیاکان صفی ایشون منشی محفل روحانی زونوز بودن بعد خیلی با ما بدرفتاری رفتاری میکردن مجبور میکردن که ما بالاخره چادر سر کنیم تو زمستون ساعت فرض کنیم تو برف و باران تبریز زمستوناش خیلی معروفه خیلی سرد اون سال ما ساعت ها به انتظار بشینیم که نوبتمون برسه بتونیم ملاقات کنیم محل ملاقات بسیار سرد و شما فرض کنیم وقتی من عموی عزیزم و پشت میله های زندان پشت شیشه دیدم با اون صورت تکیده لاغر رنجور مشخص بود که چقدر اینها در هستند این هم خاطره خیلی بدی برای من از خاطرات دیگری که دارم این هست که یکی از اقوام ما رو در سر تصادف در حقیقت سود کرد ولی خودتون میدونی که در ایران رسم برای این هست که وقتی کسی رو در تصادف چیزی کشته میشه یک دیه ای بهش تعلق میگیره ولی این در حقیقت شوهر امه من رو به خاطر اینکه بهای بود هیچ دیگه بهش تعلق نگرفت و الان تبریز و الان بهش گفتن که چون باهایی ما نمیتونیم بهش دیه بدیم میدونید منظور من از گفتن این تنها به خاطر اینه که اینها پولی دریافت نکردن به خاطر این هست که اهبا در ایران از حقوق انسانی محروم هستند با شهروندان دیگر به طور تساوی برخورد در حقیقت برخوردار نیستند از حقوق تصاوی و این در حقیقت بزرگترین ظلمی که در حق اهبای ایران میشه در هر زمینه شما در هر اداره برید هر هر جایی که شما فرض بکنید که یک بهایی وارد بشه حتما یک تبعیضی هست حتما یک هست مشکلی که در حقیقت باعث شد که من از ایران خارج بشم خود من سال در حقیقت 2004 ما رسیدیم اینجا سپتامبر 2004 مرز ترکیه. از مرز نه 2004 ما سپتامبر 2004 رسید بله از مرز ترکیه اومدیم اینجا و مشکلی که عمدتا باعث شد من از ایران خارج بشم مشکلات مالی بود که همسرم به خاطر همین مشکلات در حقیقت دوچاره شد باور نمی کنید شما فرض کنید وقتی برای شوهر من چادر سازی داشت و برای کامیون ها و تریلی های بزرگ چادر می دخت. بله فکر کنید وقتی نه خیلی هاشون. خب به هر حال همیشه این رو باید در نظر داشته باشیم مردم ایران همه بد نیستن در حق ساکنین مسلمان ایران هیچ وقت من نمیتونم بگم همه بد هستن این امکان نداره خیلی خیلی هاشون آدم های خوبی هستن ولی پیدا میشه گاهی وقتا کسایی که از همین کلمه بهایی بودن من و شما سو استفاده میکنن خیلی ها پول همسر من رو نمیدادن وقتی میدم بهایی واقعا پولش رو نمیدادن به هر حال ما مشکلات خیلی زیادی پیدا کردیم ولی مطلبی که واقعا منو عذاب میداد وقتی بود که پسر 15 ساله من در محل کار پدرش در حقیقت داشت بهش کمک میکرد پدرش اونجا نبود با همسایه حرفشون میشه همون همسایه که با شوهر من اختلاف مالی و اختلاف حساب داشتن و در حقیقت این به قصد کش به پسر من حمله میکنه و میخواد که اینو بکشه همسایه ها و نمیذارن و طرف فرمیاد میگه که من تو رو میکشم و دیه تو پنج تومن اشتباه نکنه یا 500 تومن یادم نیست برای ده دوازده سال پیشه همین باعث شد که من این فرج رو به دادگاه کشوندم و خواستم که در حقیقت به من یک زمانتی دادگاه بده که نتونه بچه من رو بکش فردا بچه من رو بکش خب کی میخواد به من جواب بده و در حقیقت همین مسائل همین در حقیقت نقض حقوق انسانی در ایران باعث شد که من از ایران خارج بشم و در صورتی که قلب و روح ما هنوز در ایرانه من همیشه به دوستان وقتی ازم میپرسن خب جیلا اینجا خوبه آزادی داری همیشه بهشون میگم میگم درسته من اینجا خیلی چیزا دارم ولی اینجا مثل یک هتل خیلی خیلی قشنگ پنج ستاره است ولی هیچ جا خونه من نمیشه من حتی اگه در هتل پنج ستارم ماها و سالها بمونم بازم دلم برای خونه کاگلی خودم تنگ میشه خونه آدم یه چیز دیگه است ایران برای ما یه چیز دیگه است خونه ما وطن ما همه چیز ما و دیگه نمیدونم چی بگم براتون بله بله ما اون سالی خارج شدیم که دیگه پاسپورت به میدادن خوشبختانه ولی خب پسر من در مرز در حقیقت سن و سالی بود که باید سربازی میرفت خیلی دچار استرس و دلهوره بودیم ولی برحال با کمک جمال مبارک خدا رحم کرد و هیچ مشکلی پیش نیامد چون چند ماه بیشتر نمونده بود که 18 سالش بشه و ما اومدیم اینجا